نماینده ایران در اوپک تشریف آوردن وین، من توی جلسه مشغول نهار خوردن بودم، من رفتم پیششون نشستم گفتم که شما برای این پستی که آگهی شده کسی رو در نظر دارین از ایران؟ گفتن چرا این سوال میکنی؟ گفتم من میخوام اقدام کنم. اصلا گفتن اصلا فکرشو نکن، اصلا فکرشو نکن. اولا ممنون که وقتی رو به ما دادید، چون هم در واقع خودتون وکیل نفت و گاز هستید که فکر می‌کنم عرصه‌ای هستش که زنان کمتر بهش ورود پیدا می‌کنن، همین که در واقع یه سری نسبت خانوادگی شما هم هست، پدر بزرگتون ابراهیم گلستان هستن، مادرتون لیلی گلستان، برادرتون هم که مانی حقیقی که توی این حوزه کار می‌کنه، برای من یه مقدار هم خودتون محل سوالید هم خانوادتون. فکر می‌کنید که حضور زنان تو عرصه‌ای اقتصادی چقدر می‌تونه مهم باشه؟ در یک سمت‌هایی اصلا حضور زن خیلی کار رو برای همه راحت‌تر می‌کنه و اینه که مثل که همه متوجهش نیستن. شما اگر از کسایی که من خودم تجربه خودم استادای دانشگاه که تیم‌های تحقیقاتی درست می‌کردن، توی کارهای مختلفی که داشتم که تیم‌های کاری کوچیکی درست می‌کردن، خیلی فعالانه می‌خواستن که یک زن باشه، به خاطر اینکه اعتقاد داشتن که زن یک جور دیگه به قضايا ممکن نگاه کنه، که من فکر کنم مشکل طرز فکره. طرز فکری که غالبه، طرز فکر اینه که یه کارایی رو زنا نمیتونن بکنن. و این من تمام این اتفاقاتی که در این چند ماه اخیر داره میافته من به فال نیک میگیرم، هرچند داریم هرس میخوریم که چرا وزیر زن نداریم، ولی همین که این بحث در گرفته، همین که مردم شروع کردن به فکر کردن راجع به این موضوع، همین که یک شخصی مثل خانم ملاوردی حضورش پررنگ شده که مردم شناختنش به عنوان کسی که کار کرده، همین که وزیر نفت و آقای زنگنه برمیگردم که ما باید از متخصصین زن بیشتری در حوزه نفت و گاز استفاده کنیم، اینا صحبتی که قبلا نمیشد و اینا صحبتی که به واسطه فشاری که گروه‌های مختلف دارن میارن داره مطرح میشه. و این به نظرم اون طرز فکره رو که در اذهان خیلی از آدمایی که الان محبوب هستن مثل آقای مطهری، خدا کنه یک روزی اینو ذهنشون عوض شه که راجع به زن اینطوری فکر نکنن، این روند به نظرم داره به جلو میره، به نظرم سرعتش هم زیاده و من همه رو مثبت میبینم. یه مقدار بریم سراغ همین مباحث خانواده. اول از پدر بزرگتون بپرسم، حالا پدر بزرگتون ابراهیم گلستان تو تاریخ روشنفکر ایران بالاخره تاثیرگذار بود و اسم آشنایی هستش، برای صنم حقیقی ابراهیم گلستان چه شکل و شمایلی داره؟ چه تصویری از پدر بزرگتون دارید؟ ببینید من مثال میزنم براتون، من 12 سالم بود و پدر بزرگم دیدم، خارج از کشور بودیم، روزنامه خارجی بدم از کجا بودیم روی میز بود، بعد من و برادر دوقلوم صدا کرد، عکس یه آقای رو نشون داد تو روزنامه، گفت این کیه؟ ما نگاه کردیم گفت نمیدونم. به مادرم نگاه کرد گفتش که این چه بچه های بار آوردی، چطور نمیدونن این کیه؟ خب ما این عکس رو نگاه میکردیم نمیشناختیم، گفت این فرویده، فروید نمیدونیم کیه، گفتم خب فروید کیه؟ بدتر میشده. بعد این خب این یه فشاری بود رو ما دیگه، بچه بودیم، هی گفت می‌خواستیم بازی کنیم ولمون کنه، حالا فروید هر کی که هست. شروع کرد تو یک یادم اصلا نیست متاسفانه چه جوری فرویدو برام تعریف کرد تو 10 دقیقه. ما گفت من امیدوارم که مثلا بزرگتر که شدین هم وقتی عکس یکی تو روزنامه نگاه می‌بینین بریم با خودتون فکر کنین کیه، هم تو رد نشین از کنارش، براتون جالب باشه. و اگر که بفهمین میدونین کیه همون مقاله رو نگاه بندازین، شاید به اطلاعاتتون اضافه بشه. من اصولا خیلی حافظه خوبی از بچگی ندارم، ولی این تو ذهن من بود و خیلی بالاخره درس خیلی خوبی بود. یعنی پدر بزرگتون رو یه جوری فکر میکنم که آدم سختگیری عنوان میکنید. الان که برمیگردم عقب نگاه میکنم میبینم جنبه های مثبتش خیلی بیشتر از منفیش بوده طبعا. یعنی از داشتنش این پدر بزرگی خیلی خوشحال بودم.